اساس جستجوی حقیقت و یکی از عناصر بنیادی دموکراسی، آزادی بیان. د وینا او نظر څرګندول د بشر له پیدایښت څخه د هر انسان طبیعي او فطري حق دی. با د وینا د خپلواکۍ یو ځانګړی او په زړه پورې ډول وګورئ. له کاروان سره اوسئ. سلام، با کاروان خوش آمدین. داود صدیقی هستم و از استودیوهای مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن این برنامه نیم ساعته را تقدیم شما میکنم. کاروان نظری بر مصائب، مشکلات و موضوعات زندگی امروزی دارد. در این برنامه هم موضوعات از کابل و ایالات متحده داریم. روانه دلتا په واشنگتن دی سی که در آمریکا له بیلابیل ایالاتونو څخه شاوخوا 200 زره کسان په یوې بیساره لاریون کې د ګډون لپاره راغلي وو. هغه څه چې ما په سترګو ولیده او له خلکو سره له خبرو وروسته راته معلومه شوه، د متحده ایالاتو یو په زړه پورې اړخ و چې تر اوسه ما نه و لیدلی. د دې غونډې په هکله یو لنډ مطلب لرو چې همدا اوس خپرېدو ته چمتو دی. د واشنگتن دی سی د ښار مرکز د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو مهمو سیاسي مظاهرو او لاریونونو شاهد پاتې شوی، خو نننی لاریون بل ډول دی. دلته د امریکا دوا د کومیدي سیاسي خپرونو چلوونکو دا غونډه بلاره چولې ده. یوې وایي چې امریکا کې ډار ژوندی وساتئ، بلې وایي چې امریکا ته هوښیاري راولئ. دوی دواړه دا غونډه په مخ بیایي او ډېره په زړه پورې. جان ستیوارت په یو شخصي تلویزیون کې د سیاسي تنظیم خپرونې کوربه دی. د هغه خپرونه دومره مشهوره ده چې په تېرې چهارشنبه باندې ولسمشر باراک اوباما یې میلمه و. کولبرت هم چې د یو سیاسي تنظیم خپرونې کوربه دی او د دې لاریون په سټیج داسې یوه برخه پر مخ بیایي چې د ډار او ویرې سوداګري نومیږي. همدا ګړی ستیوارت وایي په دې ورځو کې دا سوداګري ډېره ده. We hear every damn day about موږ هره ورځ اورو چې زموږ هیواد څومره ژر ماتېدونکی، د ناورین څنډې ته ټیل وهل شوی او د قطبي کېدو کرکې ځپلی دی، او دا څومره شرم دی چې موږ نشو کولی یو ځای د دې ټولو د لرې کولو لپاره کار وکړو. لکه څنګه چې ویل کېده دا یو غیر سیاسي لاریون دی. ما وخت پوه شوم چې دا ټول خلک په رښتیا هم غیر سیاسي هدف لپاره ټول شوي دي. موږ واقعا دلته په راتلو خوشحاله یو او دا د خلکو لپاره یوه ښه موقع ده چې د باندې راووزي او ووایي چې په امریکا کې ډېر څه شته. امریکا یو جامع هیواد دی او د بېلابېلو توکمونو خلک پکې ژوند کوي او دا ټول هغه څه دي چې امریکا یې غواړي. موږ یو داسې هیواد لرو چې خلک مني، خلک نه شړي. زه ځکه دلته راغلی یم چې د ستیوارت او کولبرت خپل نظرونه چې زموږ نظرونو ته ورته دي خلکو ته رسوي. زه فکر کوم د هر څه لپاره چې خلک په یوه اواز سره راټول سي نو ژغ یې اورېدل کېږي. Anything when people come together in one voice. Basically I'm here to support, you know, show camaraderie, say that you know we're all Americans. زه دلته راغلی یم تر څو له دې غونډې سره ملاتړ وشیم او ملتیا وکړم او تاسو په دې پوه کړم چې موږ امریکایانو له اسلام څخه د ویرې په خپرېدو سره او په دې وروستیو کې په خبرونو او رسنیو کې چې د لیونیو سیاسي تکنیکونو سره دا ښه ده چې وګورو هر څوک سره راغونډېدی سي او د ټولو لپاره ملاتړ شي. Maybe so, John. په یوه کومیدي تمثیلي ټوټه کې ویل شول چې څومره ناسمه ده چې له اسلام څخه ویره ولرو.
د مسلمانانو په حق لڅ دوی په موږ بریت وکړ ستیفن دوی په موږ بریت ونه کړ ځینو کسانو چې مسلمانان وو په موږ یې بریت وکړ خو په نړۍ کې 1.5 بلیونه مسلمانان دي Did not is what you're saying? That is correct. Oh, John. Oh, so you're saying Oh, John. نو تو وای چې هیڅ دلیل نشته چې اوسامه بن لادن څخه وډه شو؟ No, Osama bin Laden. نه، اوسامه بن لادن یو مشخص کس دی. هغه بد ده. هغه یو مشخص بد مسلمان شخص دی. But that's not there are plenty of Muslim people. خو ډیر مسلمانان بیا بد نه دي. چې تاسو به خوښ شي او دا سمه خبره ده. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar? Yes, Kareem Abdul-Jabbar. Kareem! That is someone that you would د کومیدی ټوټې سټیج ته د امریکا د باسکتبال یو مشهور لوبغاړی او پیژندل شوی مسلمان کریم عبدالجبار راغی تر څو دې اندېښنو ته ځواب ووایي hey, کریم عبدالجبار از مسلم ویل دټس نات فیر جان دټس نات ا فیر اگزامپل کریم از کول ویر فرندز ویل ویر اکوینټنسز مونگ ملگری واقعی ملگری پوهیگی چه دیو تیم غری دی فرق نکوی چه بکم دین باندی عقیده لری We're all on the same team. Wow. پا دیلاریون که دی بیلا بیلو سیاسی نظری و خواندانو گدون کرده و لدگو طول و دول دول سیاسی نظری و سرا سرا دالاریون آرام او هرچا دیو بل شخصی حقونو تا احترام که او دیو بل سیاسی نظریه زغمله I'm just really excited as a politics major to like start change in America because I think it's زه ډېر حیران یم چې د سیاست مشهور کسان دلته د وډونو او خویندو په شان راځي په ګروپونو سره نه ویشل کیږي زه فکر کوم دا یو وخت دی چې ټول په ګډه کار وکړو ګډونوالو ته د جان سټیوارت ورسته خبرې جدي وي Sanity will always be and has always been in the eye of the beholder. هوخیاری به هر وخت نندارکون کی پسترګو کی وی خو چې تاسو په څیر خلک نندلته ګورم تاسو زما منطق او هوخیار تیار ژوند کړه. له دغو زود او نقیصو څرګندونو سره د دې لاریون چلوونکو کوښښ وکړ چې خلکو ته دا وښيي چې له حقایقو سره منطقي چلند وکړي دا لاریون په متحده ایالاتو کې د وینا د خپلواکۍ لویه بیلګه وه بل مطلب ته به راشو در جهان امروز رسانه ها بیشتر نماینګر آزادی بیان در یک جامعه هستند افغانستان در این دهه اخیر شاهد رشد بی سابقه رسانه ها بوده بیاین ببینیم رسانه های افغانی تا چه حد در بیان آزادند و چه نقشی در گسترش آزادی بیان دارند. همکار ما تانیا کیهان جزئیات را دنبال کرده تماشا میکنه. اینان پرچمداران آزادی بیان در افغانستان هستند. انعکاس دهنده بیان مردم این کشور تا 9 سال گذشته. ما آرزو داشتیم. پارلمان مردمی داشته باشیم. از صدای کاندیدان معترض گرفته تا صدای گدایان روی سرک. همه از سوی این رسانه ها به نشر رسیده. رسانه ها تا چه حد انعکاس دهنده بیان مردم و خصوصا وکلای معترض بوده؟ همین رسانه هاست که تانستن صدایشان و تمام پیامشان و تمام مراجعی که زیرفت هستن و در این برگزاری انتخابات اونا دخیل هستن با اونا رساندن. میبینین چهار طرف که همشان سهم میگیرن. قدر من بریدم که سلام. وقت ما سفین دوی بجه شوی پا ما کرده دی ساعت خبر مونده. در ماده 34 قانون اساسی افغانستان آمده است، آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج در این قانون اظهار نماید. بناً این یک وسیله بسیار خوب برای رسانه های افغانستان بود تا خود را زبان گویای مردم این کشور بسازد و از این طریق حامی مردم. رسانه یک نقش بسیار بزرگ در تامین آزادی بیان داشتند.
افغانستان یک کشور عقب مانده است. بدبختانه هنوز هم خانه‌های تاریک وجود داره. اما به نظر ما چراغ مطبوعات آزاد هنوز هم درخشان است در افغانستان. اینجا را که می‌بینید مدعی آزادی در کابل است. مدعی که روزنامه‌های دولتی و غیر دولتی، حزبی و غیر حزبی به چاپ می‌رسد. نزدیک به 300 رسانه تصویری، شنیداری و چاپی در افغانستان فعال است که این 300 رسانه با سه طرف بیشتر درگیر بوده. دولت، مخالفان دولت و خودسانسوری. چه کمی شما در جریان هستین که آخرین گزارشی که دیدبان رسانه‌ها یا دفتر نی منتشر کردن، حکومت افغانستان که خود باید حامی و پاسدار قانون باشد و از آزادی بیان حمایت کند، بالاترین آمار در اعمال خشونت علیه خبرنگاران داشت که بالای 50% بود. به هر حال آزادی بیان به نظر ما هست از لحاظ قانونی، ولی شرایط به گونه است که رسانه‌ها را وادار به نوع خودسانسوری میکنه. طی دو ماه اخیر نشرات تلویزیون امروز، تلویزیون ساقی در هرات، سایت انترنتی بینوا و شماره از سایت های انترنتی دیگر و همچنان دو برنامه تلویزیونی از سوی حکومت متوقف شد. اما سیامک روی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که این رسانه ها دوباره به فعالیت آغاز نمودند. با پیمانی که آزادی بیان امروز در کشور ما وجود داره، هیچ گاه در تاریخ افغانستان وجود نداشته. خوشبختانه حکومت به خاطر جوانی رسانه اکثر تختیار چشم پوشیده. ژورنالیستان برای نگه داشتن چراغ آزادی بیان در افغانستان قربانی های هم داده اند. طی 9 سال گذشته 17 خبرنگار داخلی از سوی اشخاص مختلف کشته شده و تعداد هم زندانی. تانیا کیهان، کابل. دیدی خبرونی طول مطلبونه هم دارنگ از مون تیری خبرونی دینترنت لاری کتلشه. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.karwantv.com. د نیوکو او وړاندیزونو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه وګورئ. پته یې ده www.facebook.com/karwantv. ستاسو د وړاندیزونو او نیوکو په تمه یو. چهره های مورد اعتماد و آشنای تلویزیون آشنا، اکنون صدای آنان را از طریق رادیو آشنا 100.5 FM نیز بشنوید. موضوع محوری کاروان امروز ما آزادی بیان است. و در این مورد گزارش‌های را داشتیم از کابل و واشنگتن که در ابتدای برنامه تماشا کردین. موضوعی که می‌خوایم کمی بیشتر سرش روشنی پرتم. راهپیمایی ویژه و غیر معمول در واشنگتن بود که برای کسب معلومات بیشتر، امی لحظه همکار ما از بخش دری صدای امریکا سید ظفر هاشمی در استودیو با ماست. هاشمی عزیز، به کاروان خوش آمدید. تشکر جان، زنده باشین. هدف برگزار کنندگان این راهپیمایی به ظاهر کمدی، بله، به ویژه 3 روز پیش از انتخابات مجلس نمایندگان چی بود؟ خب چند بود که اینا میخواستن روش تمرکز کنن. اولی که جوانا را و طبقه خاصی که اینا بیننده برنامه‌شان است، اونا را ترغیب کنن تا در انتخابات میان دوره کنگرس اشتراک کنن و رای بدن. در پالی از اونا میخواستن که موضوع عمده که امروز در امریکا است که تفرقه سیاسی بین جمهوری خواها و دموکرات ها روی از او تمرکز کنند و سر نحوه پوشش رسانه ها در ایالات متحده انتقاد کنند، به خاطر که با گفته از اونا مشواره که داشتن که فیر و سینیتی یا اقلانیت و ترس که میگه سیاست مدارا در داخل ایالات متحده، ترس و وهم بین مردم ایجاد میکنه و طرز پوشش رسانه ها هم او را چند برابر می سازن. فقط می خواستن که امیر تغییر بتن و مردم آگاه بسازن که نه، با وجود تفرقه سیاسی، با وجود اختلاف نظرهایی که دارن، می تانن با هم زیست کنن. چرا به شکل کمدی